ارائه خدمات صحی و فداکاری دکتر صاحبا در این شرایط بد کرونایی قابل قدر است و از آدرس خانه ملت از آنها سپاسگزاری می نماییم. ولی ضعف مدیریت در وزارت صحت آمد در قسمت اتخاذ تدابیر وقایوی قبلی و کمبود اکسیژن در شفاخانه های کشور یک فاجعه است. جناب وزیر صاحب، در شفاخانه صحت عامه ولایت بلخ یک فاجعه بزرگ رخ داده. از بی‌توجهی ریاست صحت عامه شما، از بی‌توجهی همو شفاخانه کووید 19 شما، وقتی که پرسان میکنیم که تو چرا توجه نمیکنی، میگه ما چیز نداریم، مسئولیت صلاحیت نداریم، میگه همه صلاحیت به دست دفتر بدین است، میگه گاز هم دفتر بدین میته، وقتی که میگه تعیینات هم صورت میگیره طرف دفتر بدین است، دسکش هم میگه طرف دفتر بدین توزیع میشه، ماکس هم میگه پس که دفتر بدین مسئولیت دارد، صحت عامه شما چه مسئولیت دارد در ولایت بلخ؟ ما پرداش رفتیم با جناب پوزیه جان وکیل مزار شریف، ساعت 11 بجه رفتیم در دفتر رئیس صحت عامه ولایت بلخ، او را بزور بردیم گفتیم که بیا داخل از این شفاخانه. وقتی که داخل کووید 19 شدیم، چهار نفر پیشروی ما پاوت کرد، حتی کامرمین ما هم یک تعداد اونجا مشتلقت هم زدن. کمبود اکسیژن است که متاسفانه در اکثر شفاخانه های افغانستان شما هم در جریان هستین که نبود اکسیژن باعث ازی شده که یک تعداد مریضا رو ما از دست دادیم، به خصوص در ولایت های سرحدی که با کشور جمهوری اسلامی ایران هم سرحد است. مثلا من نمونه از ولایت نیمروز میگم، ولایت نیمروز اکسیژن باید از قندار یا از هرات اونها اکمالات کنه که قندار خودش هم به نبود و کمبود اکسیژن متوجه است. از این موج سوم کرونا شما حتما در جریان بودین از قبل که میآید و باید هم میبودین، چون وظیفه و مسئولیتتان بوده. امروز افغانستان در بدترین شرایط قرار داره، اکثریت شفاخانه‌های ما اکسیژن نداره، متاسفانه مدیریت نهایت ضعیف است، اکثریت مریضایی که در شفاخانه‌های کووید مراجعه میکنند فوت میکنند. من نمیفهم که چی نوع مدیریت است که از اینا وقتی که مریض مراجعه میکنه دوباره زنده یا ای که جور شوه از شفاخانه بیرون نمیشه. یک کسی به نام شاولی معروفی متهم بوده به تجاوز جنسی و 7 مورد دیگه، شما او را آوردی دوباره رئیس مقرر کرده، کسایی که حکمی مقرر شده بوده اینا ای را برطرف کردن، ما هم طرفدارش هستیم که باید از طریق رقابت آزاد بیاید. اما خود همی بزرگوار به حکم شما چند نفر دیگر حکمی آورده سرپرست مقرر کرده. یک بام دو اواخ امکان نداره وزیر صاحب. شفاخانه خصوصی ببخشید، شفاخانه خصوصی یک بالون اکسیژن 5000 افغانی به فروش رسانده میشه. به شفاخانه های ما نرس ما، قابلی ما، دکتر ما تا نیمه های شب جان میکنه، مریض درمان میکنه، در آخرش زیر لغت با صورت کبود دوباره به سر بستر مریض دیگه میره. ما در این شرایط کار میکنم جناب رئیس صاحب، در این که مشکلات وجود داره شکی ندارم، ولی تا امروز به افتخار میگم در این منطقه یکی از سکتورهای صحت که با تمام محدودیت ها مردانوار استاد است، تا هنوز در اوج بحران عرضه خدمات میکنه سکتور صحت شما جناب رئیس صاحب. در منطقه چالش میتوم، اگر مثل شفاخانه افغان ژاپن، اگر مثل شفاخانه قصبه، اگر مثل شفاخانه جنا 100% تختایتان مونیتور و تجهیزات آی سی یو رو داشت، مرا روسیه های ملت کنید. ما با شما موافق هستم، متاسفانه تا زمانی که قرنطینه رعایت نشه ما به چند مریض بستر ایجاد خواهد کردم، به چند میلیون ما اکسیژن خواهد آوردم، به چند نفر ما دکتر استخدام خواهد کردم. این مصیبت به دروازه هر خانه میای، شما فیسبوک چک کنین نمیاله. اگر ما بر 2 تا 4 هفته روزی رفت آمد نگیریم، اهتمامات واقعی رو جدی نگیریم، کمر نظام صحیتان قویتر و تنومندتر از نظام صحی هند نیست. ولی عمل مرا هر کس میخواد ببینه، نیمه های شب بیایه، روز بیایه، دفتر ما امرایم باشه، اقتصاد ما را امروز هم ببینه، اقتصاد ما بعد از وزارت هم ببینه. نه که یک سال پد کنم، یک سال بعدش بخرم. همینجا یک تعداد دوستاش تا 6 تا خانواده ما را میشناسه. از ما پدر ما در این سالون نیست، سالون دیگه بوده، رئیس کمین سین امنیت دفاع از پارلمان بوده، بلندترین پوسته دفاعی را کار کرده در وطن. پدر ما هم در خانه کرایی میشینه، ما هم به افتخار به خانه کرایی میشینم. در او قسمت باز ما به حد من الناس اجازه نمیتونم که صداقت ما دست درازی کنه.